کوروش، طلوع یک امپراتوری. نوشته دکتر الکس پارسینیا. سولار وان، ارائه دهنده پیشرو سیستم های خورشیدی برای بازارهای مسکونی و تجاری، اسپانسر مالی این برنامه است. www.solarone.us.com 201-855-778-3500. دانشگاه برتر آمریکا APU ارائه دهنده برنامه های MBA، BS و PhD اسپانسر این برنامه است. APUeducation.us 201-702-847-5380. فصل دوم، رویای استیاگ. بخش دوم. شهر پرسپولیس شهری شلوغ و پر از هیجان بود. مردان و زنان بهترین لباسهایشان را بر تن می کردند و در خیابانها پیاده راه می رفتند. بنایی با ستونهای عظیم بر بلندای تپه قرار داشت که با قصر فاصله زیادی نداشت. دیوارهای سفیدش آنچنان نور خورشید را منعکس می کرد که ناخودآگاه توجه هر رهگذری به آن جلب می شد. داخل عمارت قابله ها در حالی که لباسهایشان را بالا گرفته بودند به سمت دری می دویدند. زنی در آنجا دراز کشیده بود که پشت کمرش چند بالش گذاشته بودند. از درد فریاد می کشید و خیس عرق شده بود. یکی از قابله ها با دستمال پیشانی ماندانا را خوش می کرد. ماندانا از درد فریاد می کشید و نفسش سنگین شده بود. سرانجام صدای گریه کودکی در اتاق تنین انداز شد و او لبخند زد. ماندانا گفت: بگذارید او را ببینم، بگذارید او را ببینم. و سر خود را که از عرق خیس شده بود تکان داد. قابله با دقت کودک را برداشت، اما ناگهان زن دیگری به سمت کودک دوید و او را در میان گرفت. یکی از قابله ها کودک را برداشت و با عجله از در بیرون رفت. ماندانا در حالی که چشمانش سیاهی میرفت با پریشانی به اون نگاه کرد. او را کجا میبرید؟ میخواهم او را ببینم. یکی از قابله ها به سمت او رفت و دستانش را گرفت و با لحنی آرام به او گفت: او به سختی نفس میکشد بانوی من، او به زودی خوب میشود، ما مراقب او هستیم، شما استراحت کنید. ماندانا دوباره شروع به صحبت کردن، اما زایمان او را خیلی خسته کرده بود. زایمان راحتی نبود و به سختی نفس می کشید. چشمانش را بست و به سرعت به خواب رفت. بیرون از اتاق قابله به سرعت راه می رفت و کودک را در آغوشش می فشرد و سعی داشت گریه او را آرام کند. صدای آرام قدم های او در عمارت می پیچید. شب شهر را در بر گرفته بود. زایمان ساعتها طول کشیده بود. او به اطراف نگاه کرد و زنانی را دید که بی توجه به او در حال خندیدن و گذر کردن از کنارش بودند. او بلافاصله خود را پشت یک ستون پنهان کرد و سپس به سرعت به سمت در خروجی دوید. خارج از عمارت ساگه مردی را دید که در کنار اسب سفیدی ایستاده بود. سنجاق لباسش در زیر نور مهتاب می درخشید، سنجاقی که نشان ارتش آستیاگ بر روی آن حک شده بود. قابله که نامش آمیتیس بود به سمت او دوید. مرد سرش را برگرداند و دست به شمشیرش برد تا در صورتی که مزاحمی دید آماده دفاع باشد. کودک را که دید متوقف شد، به سرعت کودک را در بغل گرفت و داخل خورجین اسب گذاشت. آمیتیس به کودک و سپس به مرد نگاهی انداخت، چشمانش را در چشمان او دوخت، سرش را تکان داد و برگشت. در حالی که با عجله به داخل عمارت باز می‌گشت، صدای شیهه و سپس تاختن اسب را شنید. به سمت اتاقی خالی رفت که در نزدیکی آن آتشدانی روشن بود. خم شد و بغچه‌ای را از روی زمین برداشت و پتو را کنار زد و صورت رنگ پریده نوزادی را دید. او را در آغوش گرفت و از اتاق خارج شد.
به سکوت آزاردهنده بیرون گوش سپرد. صدای اسبی که به توقفگاهی داخل عمارت رسیده بود، صدای قدم‌های سریع شخصی که با عجله به سمت اتاقی می‌دوید، نفس عمیقی کشید و زمانی که دوباره سکوت همه جا را فرا گرفت از اتاق خارج شد. آمیتیس به سمت اتاق ماندانا رفت و به همراه نوزاد وارد اتاق شد. ماندانا و همسرش کمبوجی پادشاه پارس منتظرانه به او نگاه کردند. آمیتیس مطمئن شد که نگاهش دلسوزانه است و در حالی که با آنها نزدیک می شد نگاهش را به کودک دوخت. آمیتیس به آرامی نوزاد را در آغوش باز ماندانا قرار داد و لبخند او را تماشا کرد که ناگهان محو شد. ماندانا در حالی که پریشان بود و اشک چشمانش را پر کرده بود پرسید: چرا بچه حرکت نمی کند؟ متاسفم بانوی من، او کمی پس از آنکه او را بردیم از نفس افتاد. سرنوشت بسیار تلخی برای کودکی به این کوچکی است. او تازه در آغاز راه زندگی بود. کمبوجی به سرعت به سمت همسرش رفت و او را در آغوش کشید. با ناباوری به نوزاد رنگ پریده و به لبهای کوچک کبودش چشم دوختند. اشک ماندانا از چشمانش سرازیر شد و بر روی گونه های نوزاد افتاد. لبهای ماندانا می لرزید. کمبوجی پیشانی نوزاد را نوازش کرد. ماندانا در حالی که به همسرش نگاه می کرد به آرامی زمزمه کرد: او کوروش بود، نامش کوروش بود. کمبوجی او را محکمتر در آغوش کشید، در حالی که ماندانا نوزاد را در آغوش گرفت و صورت خود را در پتوی او پنهان کرد و زار زار گریست. صدای گریه او در شب به آسمان برخاست. هارپاگوس شبانه میتاخت. هلال ماه راه را برایش روشن کرده بود. او به سرعت از میان ییلاق های اطراف میتاخت. از درختان بزرگ و خانه های ساکت رد میشد. سم اسبش با هر قدم باعث بلند شدن ریگ ها میشد و باد آنها را به هوا میبرد. با اینکه نور مهتاب چشمانش را اذیت میکرد به تاختن ادامه میداد. به زودی ماه ناپدید شد و سوسوگ ملایم خورشید صبحگاهی در افق نمایان شد. او سرش را به آسمان نارنجی رنگ گرفت و به دور شدن از شهر ادامه داد. سرانجام توانست آب زلال رودخانه را ببیند که نور خورشید از سطح آن منعکس می شد. او از سرعت اسبش کاست و آن را به سمت ساحل رودخانه هدایت کرد. به اطراف نگاه کرد، هیچ کسی را آنجا ندید. از اسب پیاده شد و شال گردن را از دور دهانش باز کرد و سپس نوزاد را از سبد بیرون آورد. به کودک نگاهی کرد و در حالی که سرش را میچرخاند او را ورانداز نمود. کوروش فوراً دست خود را دور انگشتان هارپاگوس حلقه زد و آن را محکم گرفت. چشمانش را باز کرد. تلالو اشک هنوز در چشمانش نمایان بود. هارپاگوس در حالی که کودک را نگه داشته بود گفت: درود بر تو مرد کوچک. پیشانی نوزاد را بوسید و به این فکر کرد که چطور کسی میتواند چون این مخلوق معصوم و بیگناهی را تک و تنها رها کند. او نمیتوانست خود را راضی کند که نوزاد را رها کند و دوباره او را داخل سبد گذاشت. بدرود گفت و سوار اسب شد. به محض آنکه برگشت دوباره صدای گریه کودک به گوشش رسید. چشمانش را محکم بست، نفس عمیقی کشید و با آرنج به اسبش سغل میزد تا حرکت کند. اسب شیهه کشید و تاخت. صدای گریه کودک ضعیفتر و ضعیفتر شد تا آنکه سرانجام تنها صدای سکوت به گوشش رسید. ذهنش طوفانی از افکار بود.
وجدانش او را سرزنش می کرد و تنها چیزی که می دید چشمان گریان نوزاد بود. او می دانست که اگر نوزاد را رها کند نمی تواند با خودش کنار بیاید. با این حال این را نیز می دانست که ژنرال وفاداری است و پادشاه آستیاگ حتما دلایل کافی برای از بین بردن پسر دختر خود داشته است. هنوز پژواک گریه های کودک در سرش می پیچید و مانند علامتی او را از پیش رفتن باز می داشت. او نفهمید که چه موقع مسیر اسب را تغییر داده، اما این کار را می دانست که تصمیم درستی گرفته است. او دوباره به کنار رودخانه بازگشت و سبد را درست در همون جایی که آن را رها کرده بود دید. آهی کشید و از اسب پایین آمد و به سمت کودک رفت. کوروش با چشمان درشت و درخشانش به اون نگاه کرد. هرپاگوس زمزمه کرد: نمیتوانم تو را تنها رها کنم. و به سمت اسب بازگشت. هرپاگوس کودک را در آغوش کشید و متوجه ترک‌های کوچکی بر روی لبانش شد. او کوروش را در سبد گذاشت و سوار اسب شد و به سمت روستا حرکت کرد. در میانه راه صدای گوسفندان توجهش را جلب کرد. به اطراف بیابان نگاه کرد و در نزدیکی خود آبادی کوچکی را دید. به آسمان نگاه کرد و از خداوند بابت پیدا کردن آن تشکر کرد و اسب را به آن سمت هدایت کرد. اولین چیزی که نظرش را جلب کرد صدای خنده و بازی کودکان بود. زنان با ظرف‌هایی در دست به سمت رودخانه می رفتند. همانطور که اسب هرپاگوس به آرامی در میان روستا قدم برمی داشت، چشمانش به چوپانی افتاد که در گاریش خیکهایی از شیر بز می فروخت. هرپاگوس از اسبش پیاده شد و به سمت او رفت، در حالی که سنجاق سینه‌اش را زیر ردایش پنهان کرده بود. چوپان لبخندی زد. دندانهایش شکسته و زرد بود و عرق‌سوز شده بود. شیر بز، خودم آنها را دوشیدم. شیر تازه از بزهایم که آن طرف در حال چرا هستند. این را گفت و به سمت گله بزهای سیاه و سفیدی که در چمنهای دور دست می چریدند اشاره کرد. ناگهان چشم هرپاگوس به سبزه‌ها و درختان بلندی که در بخش کوچکی از آن قد علم کرده بود افتاد. سرش را به نشانه موافقت با چوپان تکان داد و کیسه ای از ردایش بیرون آورد و پولی را به چوپان پرداخت کرد. شیر را گرفت و به سمت اسب برگشت. کوروش را در بغل گرفت و به سینه اش چسباند. کوروش بلافاصله شروع به گریه کرد. اشک از چشمانش سرازیر شد و دست و پاهای کوچکش را تکان می داد. هرپاگوس لبخندی زد و شیر را به دهن اون نزدیک کرد و به تماشای کوروش که فوراً شروع به خوردن شیر از خیک کرد مشغول شد. هرپاگوس به کوروش لبخندی زد و گفت: من با تو چه کار کنم؟ و نوزاد را دید که بالاخره آرام گرفت. ناگهان فکری به ذهنش رسید و سرش را بالا گرفت. فوراً افسار اسب را گرفت و به سمت روستا شروع به حرکت کرد. برای شنیدن قسمت‌های بعدی کانال دکتر الکس پارسینیا را دنبال کنید.